همه چیز درباره فیلم روشن. روشن فیلمی به کارگردانی و نویسندگی روح الله حجازی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگیه که در 39مین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت و در 3 رشته بهترین فیلم برداری، بهترین جلوه های ویژه میدانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد کاندیدای سیمرغ شد و در نهایت رضا عطاران سیمرغ بهترین بازیگر جشنواره رو از آن خودش کرد. بازی عطاران در این فیلم مورد توجه تماشاگرا هم قرار گرفت. در این ویدیو هرچی که لازمه درباره روشن بدونید رو مرور کردیم. یادتون نره که برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال سلام سینما رو سابسکرایب و نوتیفیکیشن رو فعال کنید. تا آخر ویدیو با همون همراه باشید و لایک هم یادتون نره. روح الله حجازی در نشست خبری روشن در جشنواره فیلم فجر درباره حضور رضا عطاران در این فیلم گفته: قبل از اینکه اصلا پروانه ساختی بگیرم سرمایه‌گذاری داشته باشم، گفتم آقای عطاران اگه شما اینو بازی کنی من این فیلمو می‌سازم، برای شما نوشتم، اگر بازی نکنی نه. خود رضا عطاران هم درباره نقشش در روشن گفته که شخصیت روشن شخصیتی اومد که نسبت به فیلمنامه‌های دیگه که خونده بودم مشابهش هم ندیده بودم، کسی که این انفعال عجیب غریب رو داره، این عمل نکردن، این انجام ندادن. سارا بهرامی، سیامک انصاری و مهدی حسینی نیا هم بازیگرای دیگه فیلم هستند و فیلمنامه هم توسط خود روح الله حجازی به نگارش در اومده. این فیلم درباره روشن مرد میانسالیه که عشق بازیگری داره و وقتی موفق نمیشه خونه ثبت نامیش رو بگیره و زندگیش تا آستانه فروپاشی میره، تصمیم میگیره نقشش رو این بار در دنیای واقعی بازی کنه. نکته مهمی که اکثرا بهش اشاره کردن، تلاش حجازی برای ساختن فیلمی متفاوت بوده که اصل تفاوتش رو از پرداخت کاراکتر اصلی فیلم یعنی روشن میگیره. کما اینکه خلاصه داستانش تماشاگرها رو به یاد شبح کژدم کیانوش عیاری هم میندازه. جالبه بدونید روح الله حجازی برای اینکه بیشتر رو عشق کاراکتر اصلیش به سینما تاکید کنه، صحنه‌های خاصی رو از فیلم‌های معروف دنیای سینما بازآفرینی کرده. فیلم برداری متفاوت و خوب مرتضی نجفی هم نکته دیگه‌ایه که خیلی‌ها بهش اشاره کردن. منتقدا درباره فیلم چی گفتن؟ منتقدا کمی درباره فیلم روشن اظهار نظر کردن و نقد نوشتن. اما بذارید به برنامه 7 گریز بزنیم و صحبت میز نقد این برنامه درباره فیلم روشن رو مرور کنیم. مسعود فراستی در زمان جشنواره درباره فیلم گفت: روشن و فیلمایی مثل روشن رو نباید جدی گرفت. بحث من جامعه شناسانه است، یعنی الان در وضعیتی قرار داریم که با فیلمسازانی مواجهیم که فیلمای اولشون موضوع مذهبی داشته و بعد به تدریج چپ میشن. محمد تقی فهیم هم معتقده: من فکر میکنم نقطه تاریکی شد در کارنامه آقای روح‌الله حجازی. ناصر هاشمزاده هم درباره فیلم گفته: به نظر من همونطور که فهمید چند تا مشخصه داره، یکی که الکنه، نه احساس برانگیز نه حسی داره فیلم، اصلا یک موضوع سطحی کوچولو که در سطح فیلم کوتاه میتونست ارائه بشه. تماشاگرها درباره فیلم چی گفتن؟ تماشاگرایی که فیلم رو دیدن نظرات متفاوتی دربارش داشتن. در این بخش نظر کاربران سلام سینما رو دوباره مرور میکنیم. یکی از کاربرا گفته که فیلم سردرگم بود ولی بازی عطاران بی‌نظیر، واقعاً بی‌نظیر بوده. کاربر دیگه هم اشاره کرده که روشن شبیه فیلم‌های عبدالرضا کاهانی بوده و براش باورپذیر نبوده که این فیلم رو روح الله حجازی ساخته باشه. کسی که کارنامه‌ای درخشان از ساخت فیلم‌های دغدغه‌مند و اثرگذار داره و کارگردان محبوبش هم هست. خب مشخصه که این کاربر فیلم رو دوست نداشته. یکی دیگه از تماشاگرها هم در کامنتش اشاره کرده که از نام پرسوناژ روشن گرفته تا رفتارها و چالشی که با اون روبرو میشه و ریاکشن‌هاش نه در چارچوب تراژدی میگنجه و نه در ژانرهای خانوادگی روانشناسی و برای مخاطب هم باورپذیر نیست. از روح الله حجازی چه انتظاری داریم؟ همونطور که تماشاگرها هم اشاره کرده بودن، روح الله حجازی در فیلمای قبلش نشون داده که دغدغه های جامعه شناسانه داره. این کارگردان جوان که سریال نوبت لیلی رو هم برای شبکه نمایش خانگی ساخته، اولین بار با فیلم در میان ابرها شناخته شد که الناز شاکردوست در اون نقش آفرینی می‌کرد و با این فیلم تونست خودش رو به عنوان یک کارگردان فیلم اولیه با استعداد معرفی کنه.
از فیلم های مهم دیگه حجازی میشه به زندگی خصوصی آقا و خانم میم. خوشحال شو؟ خودش بپرس. در مورد سفره عقد و نمیدونم نامزدی و مراسم خط سوران هم چند بهش گفتی؟ میگم همه باور کردن داریم میریم. میرم. کجا؟ آدرسشو میخوای؟ و زندگی مشترک آقای محمودی و بانو. اینجوری بوده سیستم. آقا منصور اینجا حکم چیه؟ گیش نیست. بابا عاشقت هم. بهش کم علی کن. یعنی کلن خانم ها اینطوری هم. مرده که بهشون کم علی میکنن رو بیشتر دوست داره. و مرگ ماهی اشاره کرد که هر سه درام های خانوادگی درباره تقابل آدم هایی با لایف استایل های متفاوت بودن. چرا تو تاریکی نشستی؟ اتاق تاریک فیلم دیگه حجازیه که ساعد سهیلی و ساره بیات در اون بازی کردن و باز هم یه درام خانوادگیه که با محوریت تعرض به یه پسر بچه ساخته شده. بدن چی؟ غلط کردی بدن بچه منو دیدی. لباسشو شستم دو ساعت با اتو خوش کردم. اینا این مامان شاهده که یه وقت مامانش نمینه تنبیهش کنه. بدنشو دیدم روانی فکرت خرابه. اما حجازی در روشن هرچند مایه های همیشگی فیلم هاشو حفظ کرده اما به سراغ داستانی متفاوت تر رفته و همین نکته باعث میشه تکلیف روشن از باقی فیلم های این کارگردان سوا بشه. همین تفاوتی که روشن هم در داستان و هم در شکل ساختش داره این انتظار رو در تماشاگر به وجود میاره که با فیلمی متفاوت روبرو بشه. اگر فیلم رو دیدید نظراتتون رو برای ما کامنت بذارید و از حس و حالتون نسبت به روشن برامون بگید. سلام سینما، اگر ویدیومونو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.